خب از اونجایی که پدر من رزمیکار بود من اصلا آقا برگو جان مادر دیگه بابا خنده میکنه بابا خنده اذیت نکن از اونجایی که بابای من رزمیکار بود خب منم سند رزمی اینا میخواست بفرسته منم گفتم که من اینا مثلا کشتی و رزمی و اینا دوست ندارم بعدش یه هوی شد که رفتیم طرف والیبال پسرم بیا ککجم بابا از دیگه اینه بذار بابام نزدیه 15-20 سال تو سوپر لیگ بازی کرده خودش هم پست سرعتی بوده منم میخواست بذار پست سرعتی من دوست نداشتم اون موقع که باید بیرون بیام باز سدنده یه بزور اومدم سرعتی دیگه واسه مثل خودش سدنده بیرون بودیم سدنده داخلیم به خاطر همون دوست داشتم بیشتر داخل زمین باشم قبلا هم پشت خط زن بود قدرتی هم بودم قدرتی هم باش آره کل فامیل هم قشنیده کنه هم والیبالیست بودن دیگه از اولش تو هم من یه دور خواهر دارم ولی امو هم بیشتر والیبالیست هم امو هم طرف اینا زیاد والیبالیست من یونس داریم پسر عمومه اون هم بازی میکنه سوپر لیگ کلن جناش هم خوبه دست یک دست بشه بغلی بسم الله بزن چش کشنگ تو بیا جلو آقا هر داشتی لخن بچه ها؟ بچه ها گوش نمیدن میدن نه بچه ها گوش میدن و یکم این با حرف زور رو سرشان باشه زورکی آله بعد بعضی هاشان خوبن بعضی هاشان یکم مثلا گوش نمیدن اما اونا هم دیگه باید گوش بدن مجبورشان مهم گوش بدن آره دیگه من همی دوره آزمایشی کاپیتان بودم اما دیدن جواب میده بعد منو گذاشتن دیگه دو. حرف گوش نمیده اسم ببر اسم میبرم نه الان میگم این برای نه برای بیار ایوبا منو آس یکی اینه ها؟ آره دیگه آره دیگه آقای تابه بود نیا بعد یکی دیگه هم لاک داره نه بقیه خوبن بقیه بچه های خوبه پسره گل ما شایه دوست میکنم بچه ها به خدا شایه هست به خدا دارم میگم گوش تنها کسی که گوش میکنه من هم فقط همه این شایعه است من 4 سال بسکتبال بازی کردم چون قدم بلند بود همه مربی‌ها کلاً زومشون رو من بود بعد یه دفعه تست گذاشتم بسکتبال و من که رفتم انتخاب شدم بعد قهرمان کشور بازی کردم اینا بازی کردم بعد بنده خدا سرمربیم فوت کرد بعد من کلاً یه سال دیگه نتونستم بسکتبال بازی کنم اینا کلاً موندم بعد با اصرار بابام و اینا گفت که مثلا گنبد مثلا پایتخت والیبال و والیبال خیز اینا برو والیبال بعد به سمت به خاطر این کلا تغییر مسیر شد خواسته بچه‌مو کلا علاقه به فوتبال ندارم آره میگن چرا برای 22 نفر دنبال یه توپ بوده خدا ولی وای هیجانش بیشتره لیاش بیشتره برای هم داداشت هم فوتباله بله داشت بده ماتین چرا خوب سختی های خودش رو داره ولی از اون سختی های خودش رو داره ولی از اون مثلا با خیال راحت‌تر کار میکنم یعنی به این فکر نیستم که اگه بد بازی کنم مربی منو میاره بیرون کاف 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 یک دو سه مرتضی آقا اومد صدا میاد من معرفیتی ندارم من محبوبیت دارم بیشتر این دیوید بکام من اتاق محروم هست دیوید بکام من اتاق محروم
نه ما اصلا ورزشکار نداریم کلا. من همینجوری یکی اومد استراتیابی همینجوری ادامه دادیم گرسیم به اینجوری همینجوری یه دفعه یهویی همین الان یهویی من از سال 94 از طریق استراتیابی دارم همینجوری بازی میکنم. همش همینجوری داره بازی میکنه. همینجوری انتخاب هر جا اومد رفتن بازی کردن. کلا تو علاقه زیادی داشتیم اون موقع. ساقه کجایی؟ سلام. صدای مرغ میدید اما میدهیم من صدام همیشه همینطوره ما دیگه میدونم صدای قمری میدیم بله صدام یاد صدام یاد ببین خب چی بگم حالا چرا انقدر آرومم چون خورشید پشتش چون سیاست تو آروم بودنه یشکا تو پاک میکنه شبا که غصه داری دست رو موهات کی میکشه انشام میگه آنه خوبی بخونشان چیه؟ شاد اون یکی شاد چی بخونم؟ آمنه چشم تو جام شراب منه آمنه چشم تو جام شراب منه دورم به دست آتیش گرفته بریم بعدی خب هم خب آره همیشه همه جا باید آماده باشی دوری از خانواده داره سختی های زیادی داره خب به تمرین های پرفشاری داره خب بازی های شاید چه میدونم بازی های پرافتخیزی داشته باشه خب همه جور باید ذهن و اینا آماده باشه میتونه از مشکلاتش اینا باشه همه قد کوتاه نه چون همه پنجه قشنگ دارن حسودی نشن خوشپنجن هیچی دیگه همینجوری یه جورای فعل بدا هست اینجوری مثلا علاقه نیست مثلا بیشتر برمیگرده علاقه شخصی هر نفر من خودم به شخص پاسوری دوست داشتم پدرم اینجوری ولی داداشم الان مثلا اصلا دوست نداره پاسوری اون میخواد لیبرو باشه یا یه چی هر چی میخواد همینجوری که از یه قاره به یه قاره دیگه اومدیم در کنار 12 تا از دوستا در کنار از هر کدوم یک رفاقت یک داداش خوبی از کنارمون همین که واسم کافیه خب تو شرایط خوبی اومدیم اینجا قهرمانی جهان دیگه آره اگه بخوام بگم مثلا تو گنبد اردو داشتیم آسیایی تو ارومیه بعد هر اردویی که داشتیم یکا میرفت بالا چون تعال رسانه یا اونجا استوری میکردن اینطوریه دایی چی کار هست؟ از کرامت بگو اصول کرامت بگو بله یه خیلی یه داستانی بهتون بگم من والیبالو از سال 90 شروع کردم تو شهرمون آقلا بعد من اصلا فامیلام والیبالیست ندارم فقط دایم والیبالیسته خب الگوی هر پاسوری تو ایران خود سعید معروف هست قاعدتاً خب ولی تو خارج هم جیانیلی هم خب خیلی ستودنیه شماره پنج دوست دارم هم یکی آقای پیمان اکبری کاپیتان تیم ملی بوده اونم بزرگ سالان آره اونم پنج بوشیده گفتم منم پنج بوشم دوتا کاپیتان تیم ملی باشیم پنج با هم چی؟ باش راست شده تو خارج خب لئون تو ایرانم نه مشتبار باو میلاد آبادی پور خب من حضرت پور چی بگم خب راه زیادی باید برم حضرت پور خیلی خوبه الان خیلی من نمیدونم چی بگم بده بهش بده حاجی حاجی بسم الله الرحمن الرحیم بابا حالا همین که به همین بچه ها گفتن بدارم و اینکه همین بهترین ها رو تقریبا دنبال میکنن دیگه مثلا تو ایران میشه گفت سعید معروف و تو خارج هم میشه گفت مثلا رزنده کریستیان سالون دچکو والیبال تنها نیست همراه اول همون دیگه سف 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 مردیم